پدر آیت الله خامنه‌ای، اسمشون آیت الله آصف جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک‌ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله آصف جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای، میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنی، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت مهار از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم می‌کرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقامات رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه، گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم، قابله گفت علی نگهدارت باشه. تو که داری راست میگی سید نما، آخوند سید نما، تو که داری راست میگی، اما کس خاره زن، مادر، دختر و همه کس بی‌ناموس و حرامزاده، هر کی که داره دروغ داره میگه، هر کی که داره دروغ میگه، تو که داری راست میگی، کس خاره هر کی که داره دروغ داره میگه، تو که داری راست میگی. بعد از اون مردک، تو دشمنیتون شماها و جناحتون که مشخصا شماها یا بهایی یا یهودی یا زرتشتی، البته مخفی در پوشش دین شیعه و لباس روحانیت شیعه سید، شما دشمنیتون با رهبری آقا مردانه به جنگ. چرا اینجا داری پای حضرت علی داری وسط داری میکشی؟ چرا داری به امام اول شیعیان داری توهین داری میکنی؟ بی همه چیز دشمنیت با رهبر این مملکت آقای سید علی خامنه ایه، دشمنی با ایشونه، مردانه وایسه باش به جنگ. دشمنیت هم پنهان نکن. چرا میری سراغ امام اول شیعیان؟ برای اینکه بخوای به ایشون بخوای ضربه بزنی؟ ما اینجا دفاعی از رهبری ما نداریم، الان اینو دارم میگم، ما دفاعی به هیچ وجه از رهبری نداریم، هیچ دفاعی از ایشون ما نداریم، هیچ دفاعی نداریم. اما وقتی که امثال اینا رو داریم میبینیم که مصداق بارز آخوند دوزاری هن، آخوند دوزاری رو به آخوندی میگن که در پوشش شیعه، روحانیت شیعه بوده و کارش چی بوده در طول تاریخ؟ روایت سازی جعلی. به این دسته میگن آخوندهای دوزاری، افرادی که شکم پرور بودن، مفخور بودن، برای نماز صبح باید بهشون یه پول میدادی، ظهر و عصر باید بهشون یه پول میدادی، نماز مغرب و عشا باید بهشون یه پول میدادی. به این دسته جماعت میگفتن آخوندهای دوزاری، چون این آقا نمونه بارز آخوندهای مفخور بودن و مشخصا این دسته از آخوندها کی بودن؟ آخوندهایی بودن که بهایی و یهودی و زرتشتی بودن، در پوشش روحانیت شیعه بودن. وگرنه مشخصا اون کسی که خودش روحانیت شیعه بدونه باید نون بازو بخوره، نون بازوشو باید بخوره، کار باید بکنه، چون میخواد راه پیغمبرانو بره دیگه، اون گرفته اون لباسو برتن کرده، پس مشخصا درویشی باید بری جلو در زندگیش، برای اطرافیان باید همه چی بخواد، برای خودش باید کم بخواد، راه و رسم لباس روحانیت بر این مبناست. شما دشمنیتون با رهبری آقا، دشمنیتون با رهبری اوریان بیان بکن. چرا میری سراغ امام اول شیعیان؟ نمونه بارز این آخوندها رو ببینید، اینها
در پوشش لباس روحانیت شیعه هستن. اینا مشخصا بهایی و یهودی و زرتشتی هستن در پوشش دین شیعه و روحانیت شیعه، و تمام این اقداماتشون هم آگاهانه است. دشمنی با رهبری داری خیلی قشنگ، دشمنی با رهبری داد بزن، مردانه به جنگ. مایه نظر از امامان اول شیعه. التماس تفکر. بدرود.